خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم و از عزیزانی هم که روی یوتیوب ما رو دنبال میکنن و کامنت هایی که میدن و ایمیل هایی میدن بسیار متشکرم. این کورس ما که از امروز شروع میشه عنوانش هست Helping an adult to grow up، به یک بزرگسال کمک کنیم که بزرگ بشه. به محض اینکه این دوتا واژه رو به کار میبریم معلوم میشه که ما داریم از بزرگسالانی حرف میزنیم که در یه جایی رشدشون متوقف شد. خب حالا کجا؟ اونجا رو پیدا میکنیم. چیزی که مهمه اینه که وقتی میخوایم به یک کسی کمک کنیم در بزرگسالی که تغییر کنه، یعنی داریم میگیم از اونجایی که استاک شده، گیر افتاده، گیر کرده و گیر کردن براش مشکل آفرین شده، نجاتش بدیم یا دستشو بگیریم از اون تو بیاد بیرون. شما وقتی که یه پیاده روی داریم میکنی یهو پاتون به یه چیزی گیر میکنه، یه سیم خاردار دور پاتون میپیچه و غیره، اونجا گیر میکنین، تکون هم نمیخورین، ولی چقدر میتونین اونجا وایسین تکون نخورین؟ مسئله گرسنگی هست، تاریکی هست، سرمای شب هست، عیناً تو روابط عاطفی هم وقتی یه جا گیر میکنی پیامدهای خودشو داره. بنابراین هدف این کلاس اینه که بگیم don't be stuck. حالا هر کدوم ما که اینجا نشستیم یه جای استاکیم، ممکنه هیچ دو نفرمون نباشیم که مثل هم تو یه جای استاک باشیم. لذا این کورس نمیتونه یونیفورمالی به طور جمعی همه رو از اون جایی به خصوصی که گیر کرده بیاره بیرون، اما میتونه یه فرمول کلی بده که قانون بیرون اومدن از اون جایی که ما گیر کردیم رو به هممون بده. خب سوال اول اینه که من الان 3-4 دقیقه و این کتاب، این کلاس دلم میخواد بازگشت به خود و لحظه به لحظه با هم حرکت کنیم. سوال اول اینه که ما هر کدوم از خودمون صمیمانه توی 2-3 دقیقه با یک درون نگری خالصانه و شجاعانه ببینیم که من کجا گیر کردم. من کجا گیر کردم که برام درد سرآفرینه؟ یا به عبارت دیگه مسئله من چیه؟ یا به عبارت سوم چه چیزی باید تغییر کنه که من راحت تر زندگی کنم؟ آیا گیر من با خودمه؟ آیا با دیگران گیر دارم؟ جنگم درونیه یا با دیگران در جنگم؟ مدلی که با مسائلم کنار میام داره منو آسیب میزنه؟ آیا مدلی که با مسائلم کنار میام داره منو آسیب میزنه؟ این سوالا رو عمدن یک بار دیگه تکرار میکنم. من کجا گیر کردم؟ مسئلم کجاست؟ چه چیزی باید تغییر کنه تا گیر من از بین بره؟ آیا با خودم گیر دارم؟ با دیگران گیر دارم؟ جنگم درونیه؟ جنگم بیرونیه؟ آیا مدل کوپینگم یا مدل کنار اومدنم با خودمه که کار دست من داده؟ به این ترتیب با این سوالا چارچوب بحثای این کلاس روشن میشه. و یه ادعای یا یه کلیم، کلیمو نمیدونم ادعا میشه یا چی، یه کلیم علمی، there is a scientific claim، که بجز مشکلات بیولوژیک که بذاریم کنار، مسائل ما در 4 عنصر ریشه‌ای خلاصه میشه. بجز مشکلات بیولوژیک که بذاریم کنار،
مسائل ما در چهار چیز یه بنیادی خلاصه بشه. اول فهرستوار میگم ولی بعد برمیگردیم توضیح میدیم. اول مشکل ما در اتچمنت استایل. اتچمنت استایل یعنی نوع دلبستگی و دلسپردگی های ما به خصوص در 5 ساله اول عمر چگونه بوده که حالا یه سری مشکلاتی رو برای ما به وجود میاره. وقتی که دلبستگی و دلبندی پیدا میکنیم، فکر میکنید تو اون اتاق چند صد بار شنیدم. اصلا خواهیم دکتر میدونی چیه؟ من به خودم گفتم غلط میکنی تو میخوای یکی رو دوست داشته باشی یا وارد یه ریلیشنشیپ جدی بشی. مگه خرم به گله؟ وقتی که با کسی تو رابطه جدی نیستم، کارم خوبه، حالم خوبه، ورزشمو میکنم، درآمدم بیشتر از همیشه است، به دوستان میرسم، مهمونی میدم، سفر میکنم، همه چی عادیه. بعد به محض اینکه به یه کسی دلبستگی پیدا میکنم، اصلا این آدمو میبرن یه آدم ضعیف، نیدیه، پریشون حاله، به اصطلاح عروسک دست یکی دیگه که به کی نگاه کرد، با من حرف زد، کی تلفن زد، چی به هم داد، چی به هم نداد. همه اون توانمندی تبدیل به این ضعف و وابستگی میشه. به خودم گفتم این دفعه یه سنگ بزن سر دلت و بگو که دل و دلدادگی مال تو نیست. خب اگر اینجا چند نفر میخندن مثل که فایلتون اینجا داره باز میشه کم کم. خب حالا ما باید ببینیم چرا این چرا اینطوری میشه، چطوریه که به محض اینکه من میام اتچ بشم گیر میکنم. یه سری مسائل به اینجا برمیگرده، سری دوم مسائل به سپریشن برمیگرده. یعنی چی به سپریشن برمیگرده؟ حالا باز دوباره سناریوهایی که اصلا من خانم دکتر به محصی که با یکی وارد یه رابطه میشم، یا اونو اینقدر بالا 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 میبرم که دیگه نمیخوام هیچ چیزی ازش ببینم که منو مایوس کنه، اینو بهش میگن ایدئالیزیشن. بعد به من بعدم صبورم هستم و هر کاری هم که بکنه حالا هی تحمل میکنم، اما یک هو وقتی از چشم افتاد دیگه ازش متنفر میشه. نه با اینگار تو همه کیسا خوب شاگرد جوان تو کلاس این حسن دارم. خلاصه میشه درست حکایت شعر خانم همیرا، اشکی که چکید دیگه چکیده. دیگه بعد از اون خانم دکتر این آدم خودشو بکشه. اصلا نگاهش میکنم میبینم من چی اینو اینقدر دوست داشتم. به عبارت دیگه یه ایدئالیزیشن داریم، بود ساختن از یه چیزی، یه دیوالویشن، کوبیدن و شکستن اون بود. حالا با اون ایدئالیزیشن ما یه نوع همانندی میکنیم که تا وقتی که بوته اگر از ما بخواد فاصله بگیره اضطراب پدرمونو در میاره. وقتی از چشمون افتاد کنارمون که میاد انگار عقرب به سراغمون میاد. اینم یه سری دیگه مسائلی که ما گیر میافتیم. عنصر سومی که اهمیت پیدا میکنه مسئله اینتگریشنه. اینتگریشن یعنی چی؟ یعنی دنیای ما یه تصویری اینجا هست که خیلی دوست داشتم، تکثیر میکنم اینو حتما بهتون میدم چون عکس خوبیه و نویسنده این مطالب بسیار بسیار زحمت کشیده روی مدلتی. ببینید چیزی نیست جز چند تا دایره.
توی هر کدوم از این دایره ها نوشته جی و بی. جی یعنی گود، بی یعنی بد. حالا یه موقع هست که گود و بد هم برای من هم برای دیگری توی این دایره قرار گرفته و من به یک تعادلی رسیدم که نه من نه هیچ آدم دیگه توی این دنیا پرفکت و آل گود نیست. یعنی چی؟ اون ایدالیزیشنی که اونجا گفتیم توی یه مرحله میکنی یهو اونجاست یهو میفته اینجا، این دوتا از هم فاصله داره. برعکس در اینتگریشن ما خودمون و دیگران رو موجودی میبینیم که دارای امتیازاتی و دارای کاستی هایی، دارای پلاس ها و دارای ماینس هایی. کسی تو این کلاس هست که میتونه بگه من یه آدم رو میشناسم که هیچ عیب نداره؟ غیر از رهبر البته، اون که خب ما راجبش صحبت نمی کن. ما راجب انسانهای معمولی صحبت. اون یه دستش هم به دنیا میارزه. این حرفا رو نزن نزدیک انتخابات. بعد بنابراین کسی کلیم اینو نمیتونه بکنه. کسی میتونه کلیم بکنه که خودشو از تمام بیها پاک کرده؟ اگه میتونیم بگینا روتون بشه. پس اینم نداری. پس ریالیتی اینه که ما تو زندگی با هر کسی که بر بخوریم یا هر کسی که سر راهمون قرار بگیره یا هر کسی که در رابطه با ما قرار بگیره دارای امتیازاتیه و دارای منفیهاییه که همراهش میده. اینتگریشن یا انسجام یعنی وقتی که ما این دوتا رو در کنار هم داریم و واقع بینانه نگاه میکنیم بهش و اون حالتی که در خودمون یا او انکار نیمه که دوست نداریم ظاهر نمیشه. یعنی چی؟ ببین من کجا گیر میفتم؟ اگر من خودم رو کامل ببینم، وقتی شما به من میرسی میگی که اینم هنری نیست که تو یک درس رو میری کلاس رو میگیری دو سه ماه از ما زودتر بعد میایی واسه ما تعریف میکنی خودت هم میشینی اون بالا خیال میکنی مثلا خیلی مثلا سوادت بیشتره و اینا. اگر من این واقعیت خودم باش راحت باشم وقتی که شما این حرف رو میزنی میگم راستی ها در دنیای امروز فقط اینه که با سرعت کی زودتر به منبع اطلاعات نزدیک میشه و اون در اختیار همه است. خب اما اگر نه من فکر کنم که اوه اصلا این چیزای خیلی هوا برم داشته باشه، شما وقتی برمیگردی میگی که این مطالب که خب تو کتابم میشه پیدا کرد، تو گوگلم میشه پیدا کرد، تو اینترنتم پیدا کرد، من یهو برآشفته میشم، یهو عصبانی میشم. چرا؟ به دلیل اینکه تو چیزی رو داری میگی که من تو خودم انکار کردم، تو خودم گفتم اون. یا مثلا فرض کن من آدم خسیسیم، بعد شما یهو میگی که من واقعا گاهی اوقات فکر تعجب میکنم که شما چرا انقدر به پول وابستگی داری، بعد من میخوام شما رو پاره کنم. چرا؟ چون در ذهنیت خودم خصلت خودم رو انقدر قایم کردم، انقدر تو صندوقونه وجودم بردم، اینقدر قفل و زنجیر بهش زدم که هیچکی نبینه. بعد تو یهو رفتی تو مثل بایانیک آیز یهو اینو دیدی آوردی، حالا تازه نه فقط دیدی آوردی میخوای جلو منم بگیری. I have to destroy you. خب بنابراین هر چقدر که integration یا پذیرش جی و بی در خود ما اتفاق افتاده باشه، واکنشمون در برابر انتقادها یا دیدن اون بیای وجودیمون از بیرون رنج کمتری بهمون میده. خب رنج کمتر یعنی واکنش ملایمتر. اگه من از خصت خودم باخبر باشم وقتی که تو میگی خصیصی میگم که واو من خیلی کارا کرده بودم که تو متوجه نشی، بازم متوجه شدی، عجب زبلی.
واکنش ها طبیعی تر میشه. بنابراین اونایی که در مرحله اینتگریشن گیر کردی، we are stuck on integration، اون وقت گرفتاری هایی که در رابطه با دیگران داریم از اینجاها ناشی میشه. اونم عنصر به اصطلاح سوم. عنصر چهارم مسئله پاوره. حالا ممکنه بگین که پاور چه ربطی به اینجا پیدا میکنه. اینم جو عنصر چهارمیه که ما توش میتونیم گیر کنیم. پاور. منظورمون از اینکه تو پاور گیر کنیم یعنی چی؟ اگر ما در درون خودمون، که باز این به دوران کودکی هم برمیگرده، میگن defeated child is thirsty for power، کودک مغلوب شده به وسیله قدرت بزرگ سالها در دوران کودکی منتظر اون روزیه که با قدرت دمار از روزگار همه بکشه. خب بنابراین اگر مسئله قدرت در خود ما حل شده باشه، یعنی چی؟ یعنی ما به طور شفاف از توانایی ها و ناتوانی های خودمون باخبر بشیم. الان یه لحظه اگه فکر کنی خیلی راحت میتونیم بفهمیم ناتوانی هامون چیه. اون وقت این ناتوانی ها و توان ها هم در دو سطح مطرح میشه، یکی در سطح جوهری، یکی در سطح اجتماعی و همون پرسونالیتی. در سطح اجتماعی بله، مثلا قدرت مالی ما با هم متفاوته، قدرت اجتماعی ما با هم متفاوته، قدرت اقلیت و اکثریت متفاوته، قدرت سوار خر و پایین خر متفاوته. ولی یه قدرت دیگه ای هست که اگزیستنشیال پاوره، قدرتی که در جوهر ماست. قدرتی در جوهر ماست اینه که شما چه بخواید چه نخواید، ما در سطح جوهریمون آزادی. خیلی این به نظر عجیب میرسه، ما رو در سطح اجتماعی و شخصیتی و پرسونالیتی میتونن اسیر کنن، ولی در سطح جوهری کسی نمیتونه ما رو اسیر کنه جز خودمون. خودمون میتونیم خودمون رو اسیر کنیم، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر مواد مخدر کنیم، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر سکس کنیم، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر مالندوزی کنیم، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر عشق کنیم، love addict، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر مقام و جاه کنیم، خودمون میتونیم خودمون رو اسیر به اصطلاح چونم لاکچری کنیم، هرچی خودمون میتونیم خودمون رو اسیر کنیم، دیگری ما رو نمیتونه اسیر کنه. دکتر فرانکل در همون کتاب انسان در جستجوی معنا میگه وقتی که در زندان داخو و آشویتز در برابر سربازان ناتسی مجبور بودیم که یه کارهایی رو بکنیم و یه کارهایی رو نکنیم و دائم با تازیانه و اهانت و غیره بر ما میتاختن، من در یک لحظه که شاید مهمترین لحظه حیاتم باشه، ویکتور فرانکل میگه، یک هم متوجه شدم که تنها جایی که اینا نمیتونن به من چیزی رو تحمیل کنن و آزادی منو از من بگیرن اینه که من در این شرایط در ساعاتی که با خودمم به چی فکر میکنم و چه تصمیمی میگیرم و چه برنامه‌ای دارم تو زندگی. بنابراین این آزادی درونی رو کسی نمیتونه از ما بگیره. حالا این پاور یه پاوریه که ما داریم، در کنارش هم یه ضعف‌هایی داریم. اگر باز ما در اون سطح با قدرت، با توانمندی و ناتوانی خودمون کنار اومده باشیم، تو مسئله پاور هم استاک نمیشیم. بنابراین 4 تا مسئله اصلی که ما رو
سرچشمه مسائلمونه در بزرگسالی و از این سرچشمه دردهای ما به اصطلاح صادر میشه بیرون میاد، یک در قسمت اتچمنت، دو در مسئله سپریشن، سه در مسئله اینتگریشن و چهار در مسئله هندل کردن پاور یا کانسپتمون از پاور. فکر کن ما شبانه روز چقدر جنگامون با اطرافیانمون برای اینه که مثلا ما نذاریم اون یه وقت خیال کنه ما از اون ضعیف‌تر. حرف خودمون رو به کرسی بنشون، نذاریم که او به ما زور بگه. خب این دقیق نشون میده که ما احساس ضعف و قدرتمون از درون جدا شده، کنده شده و به بیرون رفت، به بیرون فقط پیوسته. اینم باز سرچشمه یک سری دیگه از مسائل ما هست. من دلم میخواد دوباره برای اون عده‌ای که جدید اومدم بگم تو این کلاس، عنوان کلاس هست Helping an adult to grow up. وقتی میگیم adult grow up کنه یعنی میخواییم بگیم don't be stuck، اونجایی که گیر کردی وای نس، بیا بیرون. بنابراین لازم ما همم، حالا این شب که میریم از کلاس تا هفته دیگه که فیلم Change Your Brain, Change Your Life رو میاریم، کجا گیر کردیم؟ مسئله هامون بیشتر در کجاست؟ چه چیزی باید تغییر کنه تا ما راحت شیم؟ گیر من با خودمه یا گیر من با دیگرانه؟ جنگم درونیه یا جنگم بیرونیه؟ آیا بزرگترین سرچشمه مسائل من شیوه کنار اومدنمه با آنچه که زندگی تو طبقم گذاشته؟ شیوه کنار آمدنمه یا کوپینگ اسکیلمه؟ و به جز مسائل بیولوژیک در چهار چیز دیگه ما مسائلمون خودشو نشون میده: اتچمنت، سپریشن، اینتگریشن و پاور. حالا تا اینجا اگر سوالاتی براتون پیش اومده یه ذره مطلب مطمئن بشیم جا بیفته بریم جلوتر، من در خدمتتون. بفرمایید. دلبستگی سن مطرحه مثلا در چه سنی؟ پنج سال اول عمر اتچمنت استایل ما فرم میگیره. پنج سال اول عمر اتچمنت استایل ما فرم میگیره، اما به این معنا نیست که ما در بزرگسالی نمیتونیم اتچمنت خودمون رو، استایلش رو تغییر بدیم. مثلا یکی از کارهایی که تراپی میکنه همینه، اتچمنت استایل شما رو تغییر میده. فرض کنید من کلاینت هایی دارم که نوع اتچمنتشون انکشس اتچمنت، یعنی چی؟ یعنی فیر آف اینتیمیسی دارن، وحشت دارن از اینکه اصلا با کسی نزدیک بشن. شما فکر میکنید چرا خیلی وقتا ما یه کسی رو پیدا میکنیم که همه چی اتفاقا میبینیم خیلی جوره ولی استرابمون میره بالاتر؟ برای اینکه این دیگه بهانه نداریم. اگر با این بعد اینقدر بهانه میگیریم تا خودمون این رابطه رو سابوتاژ کنیم، ببریم. وقتی بریدیم خیالمون راحت میشه، چون در حین نزدیک شدن ما اضطراب زیادی حس میکنیم. این مالکیه، مال آدمیه که تجربهش از اتچمنت این بوده که من نزدیک میشم ولی یهو درد میگیرم، نزدیک میشم ولی یهو درد پشتش خوابیده. این fear of intimacy به وجود میاره، سلف سابوتاژ تو رابطه به وجود میاره و بهانه‌گیری هایی به وجود میاره که من مطمئن بشم. انقدر سد میذارم جلوی اسب دل اون که از این موانع بالاخره همش رو عبور نکنه، پشت یکیش بخوره زمین، به من ثابت بشه که دیدی چه خوب شد خودتو پروتکت کردی. حالا همینا وقتی تو روان درمانی هم میان، با خود روانشناسم همین احساس، اتفاقا روانشناسی های بعد اینا طولانی میان چون اتچمنتی صورت نمیگیره. یعنی اگه روانشناس بشینه نصیحت کنه، موعظه کنه، بگه که نه اینو اینجوری کن، اونو اونجوری کن، این دفعه که اومد قرمه سبزی بپز، دفعه دیگه این کارا رو کن، اینا ماها ممکنه سالها بیان پیش روانشناس چون با روانشناس کنکت نمیکنه. اما موقعی که روانشناس
داره رو اتچمنت استایلشون کار میکنه و خودشو به عنوان یک others، یعنی you and others are in relationship. روانشناس میشه others و میخواد تجربه تصحیحی به کلاینتش بده، یعنی میخواد بگی که تو با من نزدیک شو. نزدیکی هم باوندری خودشو داره، برای همین روانشناس با مریضش نمیتونه بخوابه، روانشناس از مریضش نمیتونه پول قرض کنه، روانشناس نمیتونه مریضشو اسلیف کنه، نمیتونه باهاش ازدواج کنه، اگه بکنه لایسنسشو از دست میده، کردن رو لایسنس هم از دست داده. بنابراین این اتفاقا نمیتونه بیفته. بنابراین میگه باوندری مشخصه. باوندری اینه که فی مبلغ معلومه، فی مدت معلومه، من در اختیار تو هم. برای چی؟ برای اینکه تو رو بفهمم، باهات عمیقا کنکت کنم و آینه ای بشم که تو از خودت تصویری بدون نقص، بی نقص، بلکه تلاشگر رفع مسائل، نه نقص، تلاشگر یک رفع مسائل. بعد حرمتت و صداقت من برای تو و لویالتی من برای تو باید به تو این امنیت رو بده که یه لایه دیگه از دل تو باز کنی، یه لایه دیگه هم باز کنی، یه لایه دیگه هم باز کنی، یه لایه دیگه هم باز کنی، تا اون تو اون آینه، آینه ای که هم ریسپکت داره برای تو، هم سنسیتیوه، هم کر میکنه برای تو، نه شبانه روز، همون مدتی که روبروش هستی، تو اون آینه هم توان خودتو ببینی، هم تصویری از خودت ببینی که ارزشمنده، و حالا دیگه بدون بیم و هراس میخوای این تصویر رو به هر کسی که لیاقتشو داره نشون بدی. اگرم یه آینه جلوی تو فوری کج گلگی تو رو گذاشت، دیگه هی وای نمیسی، هی زور بزنی، هی دعوا کنی، هی قهر کنی، هی انگشتر بندازی از ماشین بیرون، دوباره هفته دیگه بریم. هیچ. وقتی میبینی که حضور این در تو احساسات منفی رو بالا میاره، ایمیدیتلی به پروتکشن خودت میپردازی. حالا من یه مثالی رو اینجا بزنم. یه کتابی سالها پیش در اومد بیرون، عنوان کتاب بود Everything I Needed to Learn I Learned in Kindergarten. آنچه که باید بدانم در کودکستان آموختم. ما این میدونیم که بالاخره هر کس به کسی نازد، میگن یه تو پشت کامیونا مینوشتن هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، ما هم هر کس به کسی نازد، ما به این دوستا فنقلی و بچه هامون مینازیم. این دختر، نوه دختر، یعنی دختر دختر من، یک دوست پسری تو مدرسه داشت به نام سباستیان. اصلا این سباستیان از در همه این نمیافتاد. نزی سباستیان ما میتونیم بیاریم لاگونا، نزی گیفت آوردی و سباستیان هم آوردی امروز. Oh, I don't have time, I have to go to سباستیان. این سب هم سباستیان دیگه. بعد یه روزی هست که مادر بزرگ پدر بزرگا میرن تو مدرسه، بچه ها پیشبند میدن به ما، میبندیم قضا سرو میکنیم به عنوان وظائف مادر بزرگی پدر بزرگی. ما رفتیم اونجا پیشبند رو دادم، دستکش دستی میکنم، وایسادیم تو صف و مثل که منم فهمیده بودن خیلی اسکیلفول نیستم، به من فقط گفته بودن پنیر و خیارشور بذار کنار، اینا بقیه همبرگر رو نمیدونم کارهای سخت‌تر داشت. بعد من یه دیدم دختر کوچولوی ما کمی اومد، بشقابش آورد، یکی دو تام شاگرد کردنشون، شیش هفت بچه اونورتر سباستیان بود. گفتم که چطوریه که دوتا با هم نبودن؟ و بعد غذا رو که گرفتن رفتیم دور میزای تو مدرسه بشینیم، دور میزی که نشسته بودیم، گفتم کمی why don't you call Sebastian؟ گفت شش، he's not my friend anymore. منم همینو پرسیدم، گفتم که wow, how come? You know what? He was not nice to me and I don't want him to be my friend anymore. حالا چند تا از شما لازم این یاد بگیریم؟ حالا بعد من گفتم what happened؟ گفت you know what؟ he pushed me
and he ripped my artwork. نقاشیشو پاره کرده بوده، یه دفعه هم هلش داده بوده. I don't like him anymore because he was not nice to me. You shouldn't like anybody who is not nice to you. Never like anybody that's not nice to you. مشکل پیش میاد بین روابط انسانی. 5. You should not be in relation with people who are not nice to you. You should not be friend with those who are not nice to you. منتها ما باید ابتدا از حال خودمون با خبر باشیم که ببینید کی حالمونو به هم میزنه. گاهی اوقات 30 سال 40 سال با یه آدمی که به ما اهانت میکنه، ما رو خورد میکنه، ما رو مچاله میکنه، آیدیاهامونو به اصطلاح به گل میریزه، هر کاری میکنیم به نظرش بده، اشکال داره، باید تصحیحمون کنه، اما ما چسبیدیم. میدونین چرا؟ به خاطر این که فکر میکنیم اون چیزی که اون از ما گرفته فقط خودش میتونه به ما پس بده. حرمتی که اون از ما گرفته خودش میتونه به ما پس بده، در حالی که او تا درمان نشه قادر به این کار نیست. That's how we get stuck. That's how we get stuck. بفهمید. ببخش. دست بلند کردم. بفهم. اولیشون بچون. بفهم. منظور تو دقیق نمیفهمم. بلندتر صحبت کن. با یه کسی رابطه ایجاد میکنم از راه همیشه روی تلفن هستم یا روی اینترنت چت میکنم و هیچ وقت اون شخص نزدیک نمیشه، همیشه اون یه جای دیگه است. اونا شفاهیشون خوبه، کتبیشون خرابه. برای اینکه تو حرف شما هم شنیدنت آسونتره، هم گفتنت آسونتره، ولی که واقعا رابطه عمیق واقعی که اتفاق نمیفته مگر در به اصطلاح برخوردهای حضوری و غیره. بفرمید. یک کسی شما بفرمید. پس این چه جوریه که میگن که خب تو اگه حالا فرزن با یکی هستی تو رابطه طرف همینجوری که شما میگه هستش، ولی تو خودت برو بشه روانشناس، خودت رو درست بکن. درسته؟ خب حالا خودت هم درست کردی، ولی خب باز از اون آفیس که میای دو مرتبه میری تو خونه که باز اون طرف هست بشه. اگه خودت درست کردی اون وقت دیگه اون رابطه رو ادامه نمیدی، یه آپشن میذاری جلو پارتنرت، میگی من این مسائل رو دیگه نمیتونم قبول کنم، اگر این تغییرات در تو به وجود نیاد من باید خودم رو نجات بدم. $250 نه، با ده ها جلسه طول میکشی. شما چه ارزون فروشی. بفرمایید. اگر اون شخص دوم خیلی نزدیک باشه، مادر یا پدر یا مادر آدم باشه، آدم نمیشه. بله. در مواردی که ما نمیتونیم جسمن خودمون رو از یه رابطه بیرون بکشیم، مثلا مثل همین رابطه پدر و مادر و برادر و غیره، کاری که میتونیم بکنیم اینه که رو اون قسمت سپریشن اینقدر کار کنیم
که در برابر اون افراد یه جلیقه ضد گلوله داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی دیگه با به اصطلاح استفراغ عاطفی اونها روما نریزه. حالا این چطوری اتفاق میفته؟ اولا یه ادالت، وقتی میگیم ادالت ممکنه یه 30 ساله هم هنوز نون پدرش داره میخوره، تو خونه پدرش داره زندگی میکنه. اون اولی که من یه کلاینت داشتم 2-3 هفته پیش، آمده بود پیش من و گله میکرد از اینکه مادر و پدر همه عمرشون دعوا میکردن، الان هم همینطوری، محیط خونه محیط به اصطلاح بسیار بدیه، وحشتناکیه و اینا نمیذارن من درس بخونم، بعد پدرم با مادرم دعوا میکنه، بعد مشروب میخوره، بعد من که میام از بیرون اینجوری میکنه اینجوری میکنه. گفتم چند سالته؟ گفت 29 ساله. گفتم چرا با اونا زندگی میکنی؟ گفت خب ممکن امکانات مالی ندارم، اینجوری ندارم، درس هم اینقدر. گفتم اگه درس 2 سال مونده و تو باید بری کار بگیری، این درس بشه 4 سال، به نفعته که بری بیرون کار کنی، توی یه اتاقی با یه دختری زندگی کنی و برای اینکه تو یه ادالتی اما مدل زندگی هنوز یه کودکه و اون چون تو رو ساپورت میکنه به خودش حق میده. هر لحظه میگفت در اتاقم رو میاد، میگه من میرم تو اتاقم، یواشی در اتاقم میبندم تو نشستم، بعد میاد اگه در باز باشه میاد تو، یه شعر رو بره میگه اگه با نباشه میزنه، میگه در رو باز کن، الان در رو میشکنم. خب این آدم میبایست که اول مدل سنش رو پیاده کنه. ببین سلامت زندگی کردن برای بعضی ها خیلی راحت اتفاق میفته، خوش به حالش، اما برای خیلی ها خیلی سخته. اما سختی نباید باعث این بشه که ما از خیلش بگذریم، باید با سختی به دنبالش بریم و به دستش بیاریم. آره گاهی اوقات بهای سنگین داره. بفرمایید اینجا شما داشتید سوال. من منظورم اینجا که میگفتین باید درمان بشه اون کسی که اون گرفتاری رو داره، واقعا درمان پذیرن یا اینکه دوباره برمیگردن؟ از کی داری میگی؟ از همون که گفتیم مثلا نمیسازه و نگتیو هست و این کسی که در این مسیر قرار گرفته منتظر اون کسی که این چیز رو ازش گرفته خود اون بیاره بهش پس بده. و شما گفتیم نمیشه، باید اون درمان بشه. میخوام ببینم آیا واقعا درمان میشه؟ خب بذار من برای شما یه آماری بدم، شما ببین که آیا درمان میشن یا نه. ببینید دانشگاه استنفورد یه تحقیقی کرد رو دومستیک وایلنس، یعنی اینا که تو خونه کتک کاری میکنن، بعد متوجه شد که 3 بار یا بیشتر، یعنی 75 یا 76% کسانی که تو خونه کتک کاری کردن، حالا چه زن چه مرد، بیش از 3 بار این کار تکرار شده برای نان ریپورتد وایلنس. 3 بار اتفاق افتاده وقتی که ریپورت نشده. بعد وقتی که با اینا مصاحبه کردن، اینا رو بردن تو کلینیک، اتفاقا توی یک کلینیکی بود که یه موقعی نیلوفرم اونجا کار میکرد، پاسیفیک استنفورد پاسیفیک گریجویت کلینیک، اونجا وقتی اومدن با اینا مصاحبه کردن گفتن آخه تو چه مرضی داری که یهو میزنی، نمیدونم بچه تو میزنی، زن تو میزنی، یا شوهر تو میزنی، یا کتک کاری میکنی تو محل کار تو غیره. گفته که I don't have control over it. خب گفتن اینا کنترل ندارن. بعد به پارتنرای اینا گفتن این دفعه اگر اتفاق افتاد بلا فاصله به پلیس زنگ بزن. خب اینا دوباره کنترل ندارم دیگه، خون به قول ایرانی ها خون چلو چشمو میگیره، نمیفهمم چیکار میکنم، کنترل ندارم، ارادی نیست. بعد به پارتنرها اینا گفتن اگر دوباره این اتفاق افتاد بلا فاصله به پلیس زنگ بزنیم. و اینا این کارو کردن و پلیس اومد به دلیل اینکه اینا قبلا هم گفته 3 بار این اتفاق افتاده بود، اینا رو دستبند زدن و بردن و فقط 3 روز اینا رو تو زندان نگه داشتن.
اما یه کانترکتی بهشون دادن که تو این کانترکت نوشته بود دفعه دیگه اگه اتفاق بیفته بین 3 ماه تا 6 ماه تو زندان. خب همه اینا وقتی برگشتن تا اون موقعی که این تحقیق ادامه داشت دیدن فقط 7% اینا دوباره تکرار کردن. یعنی چی؟ یعنی اگر کانسیکوئنس باشه واسه کاری که میکنن یه جوری این مغز و رفتار رو کنترل میکنن. بعد به همین دلیله که اینقدر تشویق میکنن. حالا میدونم که خانواده های ایرانی دوست ندارن، آخ خانم دکتر اصلا پای پلیس که تو خونه باشد دیگه اون زندگی رو نمیم چی کن توش و اینا، ولی واقعیت اینه که به طور آماری when it is a natural consequences waiting for you خودتو کنترل میکنی. حالا این چه نیرویه که اونو کنترل میکنه؟ ما وقتی برای کاری که میکنیم پنالتی نمیپردازیم زحمت کنترل رو به خودم. درسته که در اینا دنده های رفتاریشون یه خود ضعیفه، ترمز که میگیرن میره تا وایسه، اما وقتی پای پلیس در میونه زور میزنن تا وایسونن. بعد 100 دفعه که زور زدن وایسوندن نوروپت ها مسیرشون عوض میشه. بعد change your brain, change your life. اگر انسان قابل تغییر نبود نه مدرسه معنی داشت، نه سیستم قانونی معنی داشت، نه دادگاه معنی داشت، نه مسئولیت. تمام اینا حکایت از این میکنه که ما قابل تغییری. منتها مهم اینه که مثلا فرض کنیم یه آدم حالا در اصل بیماری، یه آدم وقتی میاد تو خونه یه نعره میزنه فوری قهوهشو میذارن جلوش و آب جوشو میذارن جلوش و پیاله پستشو میذارن جلوش و ریموت ها رو همه رو از همه میگیرن میدن به اون آقا بالا تو حالا نگاه کن تماشا کن هر جایی که تو میخوای ما دیدیم دیدیم ندیدیم ندیدیم، اون چه دلیلی داره به خود عوض بشه؟ خب جان تا روزی که ما زنده ایم قابل تغییری. بهترین نمونهش هم میخوای ببینی چیه؟ میخوای بدونی بهترین نمونهش چیه؟ شما تو ایران انگلیسی حرف میزدی؟ اینجا حرف میزنی الان؟ چطوری؟ ولی مغز اجازه داد بهت که تغییر کنی. حالا اکسنتمون ممکن درست هم دختر کوچولوی ادای منو در میاره الان میگه که wait a minute. بعد میگم که I didn't say wait a minute, I said wait a minute. بعد میگه که no, you just learned from me. حالا ایناشون کج کلگی هامونو داریم ولی که یاد گرفتیم. خب چیز جدید چجوری یاد میگیری؟ الان میدونی 4 تا چیز برا ضد آلزایمر تحقیق پشت تحقیق داره نشون میده چیه؟ ضد آلزایمر یکیش در نوتریشن دارک چاکلیت، سینمن و سفران رایس زعفرون. حالا این ستا و حالا فیش اول اومگا 3 اینا رو هم اضافه میکنم ولی این ستا سیگنیفیکنت بوده. بعد در عنصر دیگه سوشالیزیشن and exercise and socialization این عنصر دومش. عنصر سومش که مهمترین یعنی the most significant learn new things چیزای جدید یاد گرفتن مثل زبان جدید یاد گرفتن، تلاش کردن، موسیقی یاد گرفتن، نمیدونم کلاس های متعدد جدید رفتن و مطلب. حالا چرا؟ برای اینکه این مغز رو
وقتی وادار میکنی تغییر کنه، تغییر میکنه. وقتی دنده خلاص بذاری بشینی پای تلویزیون بحثای آقای میبودی رو گوش بدی، دیگه چه تغییری داره میکنه؟ 30 سال آقای میبودی هم اینا رو میگه. بنابراین to learn new things is extremely important. و بعد to use your memory. این مثلا این نویگیتر و اینا همش خیلی خوبه به نظر میرسه، اما مغز رو اتوماسیون میذاره، مکانیکال میکنه. بعد چیز دیگه ای که باز یه سری تحقیقات دیگه الان دارن نشون میدن، مدیتیشن و دنس، یعنی اون چیزی که مثل دنس مثلا ریتمیکه، دنسایی که برای آمریکایی‌ها مثل سکوئر دنس که تو قدماتو باید لاینگ دنس. دنس تخصص شماست، من نمیدونم چیه اون. آره، یعنی شما باید استپاتو، نه اینجوری که مثلا تو رقصای ایرانی همون شلنگ میندازیم و اینا، اصلا معلوم نیست هر جوری برقصیم خوبه، ولی این رقصایی که باید شما رقصایی که کوروگرافیک شده، یعنی دیزاین داره، باید اونو فالو کنی، مغز تو باید وادار کنی، حالا بذاری این گوشه، حالا بذاری اون گوشه. یکی از چیزای کانتری دنس سالسا، بله، این هم دنسینگ ویت استار رو اگر ببین همه تو، این هم واسه الزایمر خیلی خوبه. بنابراین اینا اون چیزاییه که مغز رو، حالا مهمترین چیزی که برای تغییر لازمه to keep the flexibility of your brain. یعنی چی؟ flexibility of your brain، انعطاف پذیری مغز رو پیوسته نگه داری، پلاستیسیتی مغز رو، انعطاف پذیری مغز رو نگه داری. چجوری انعطاف پذیری مغز رو میشه نگه داری؟ Open to new idea. کارای جدید انجام بده. Socialized with people of different culture, opinion, habit. آدمایی که تکرار خود ما نیستن، عقایدشون متفاوته، فرهنگشون متفاوته. To expose yourself to به اصطلاح different culture, different idea. این flexibility مغز رو نشون میده. حالا نمیدونم دیگه الان مثلا چقدر افتخاره که بعضیا با غرور یه موقع میگفتن، یه موقعی با غرور میگفتن، خانم جنت رینو اگه یادتون باشه یه روزی وزیر دادگستری زمان بیل کلینتون بود به نظر، بله بیل کلینتون بود، بعد روزی که اینو میخواستن به سنا معرفیش کنن، از خصوصیاتی که براش گفتن، از محاسنی که براش گفتن، گفتن که ایشون 40 ساله در یک پارکینگ مخصوصی که مال او بوده، به فاصله ای که هیچ وقت یک اینچ هم این وقت بر نمیشه پارک میکنه. یعنی اینقدر روتین رو فالو کردن. یکی از راه های پذیرفت، یعنی نگه داشتن و حفظ فلکسیبیلیتی برین، اینه که do not follow روتین. فالو کردن روتین هر چقدر برای زیر 20 سالگی مفیده، برای بالای 20 سالگی به خصوص بالای 50 سالگی اونقدر مفید نیست، مگر اینکه ما آلزایمر داشته باشیم. آلزایمر روتین رو باید فالو کنه به دلیل اینکه به خطر گرفتار نشه، و الا جای خودتو چالش کن، برنامه هاتو دائم تغییر بده. حالا ما چرا داریم الان از مغز حرف میزنیم؟ برای اینکه هفته آینده فیلم Change Your Brain, Change Your Life رو داریم میگیم. فقط یک هفتهش به این موضوع اختصاص داره، بعد میریم رو همون مسائل attachment و separation و
به اصطلاح integration of power. حالا من هر کی دلش نمیخواد پاسخ نده اینا، ولی هر کسی دوست داره پاسخ بده، اینه که من بگم تو این کلاس که شما آمدین یک چیزو الان انتخاب کنین که دلتون میخواد تا پایان کلاس اون یه چیز تغییر کنه که فکر میکنین اثر مهمی میذاره رو هپینس و ولنستون. هر کی فکر کنه یک چیزو که میخواد تغییر بده بگه. شوخی هم میشه که معلم و تغییر بده اتفاقا. You are welcome to change this place. به خصوص از بفرم. من دلم بخواد یه روزی برسه که این اعتقاداتی مثل دشمن تندوز داشته باش. اگر یکی چیز را دوشه دیکتو برسن بگیر یا نمیدونم با دشمنان مدارا، یعنی این سکوت فکری در جای شفتر فکری در سکوت هزار سال یا هزار پونسد سال تغییر بکنه یه جوری مردم به یه روشنسی مدر. نه، شما تو خودت چی میخوای تغییر کنی؟ خودت. نه نه نه، شخص خودت، شخص خودت. موهاتو نمیخوای مشکی کنی؟ نه، همینطوری خوبه. فقط نه، تو خودت چی دوست داری تغییر کنه؟ من میدونم شما چی دوست داری تغییر کنه. بگم آره، ولی اون چیزی که شما دوست داری تو تغییر کنه اینه که وقتی یک باوری از دنیای بیرون یا یک اندیشه ای از دنیای بیرون سخت بر ذات و مزاجت نمی نشینه، بتونی بدون اینکه واکنش تند نشون بدی با کلامی ملایمتر اون رو بیان کنی. نه؟ چون خودت قبلا صحبت کردید. بفرم. چی چی معما گفت؟ مشکلاتی که نمیشه قبول کرد. به عبارت دیگه دلت میخواد که نیروی پیدا کنی که به جای ترسیم یک زندگی خیالی با آنچه که اسمش زندگی واقعیه به بهترین شکل کنار بیای. اوکی، بفهم. من دوست دارم خیلی چیزا رو تغییر بدم، ولی ترس از اینکه حالا اگه تغییر بدم بعدن چی میشه، این ترس ازم بره میاد. اوکی، میخوای بگی که ترس از چنج وجودتو رها کنه. اوکی. من دلم میخواد که تمام چیزایی که از بچگیم مثلا مذهب، بعد کلاسای مختلف، بعد مکتبای مختلف میرفتم، یه جوری همه چی یه دست بشه برام. تضادهایی که در نگاه به زندگی وجود داره از بین بره. من دلم میخواد که یاد بگیرم چجوری کانکشن با پسرم. یاد بگیری که با بفهمیم هم دیگر این مشکلته. دوست دارن که خیلی هم ایموشنالن، دوست دارن که نوعی کنکشن با پسرشون برقرار کنن که بتونن همدیگر رو بفهمن. اون این فرصت رو بهت نمیدن. چیه؟ چی شد؟ سب کنی، سب کنی، سب کنی. اون با شماست این ارتباط. اجازه بدید. پسرتون چند سالشه؟ old enough
مثلا اوکی و این پرابلم هم کهنه است من فکر میکنم همه چی بویل میشه به یک چیز somehow he has some anger that you have dismissed that anger یه خشمی داره که شما اون خشم رو نمیخوای ببینی یا نمیخوای به ته اون خشم برسی فقط میخوای از رو بگی بیا آشتی کنی و اون خشم دیدن شما رو میترسونه راه جز دیدنش نداره This is my first impression بفهم اوکی یعنی شما دارید میگید که I'm sensitive to injustice و دلم میخواد که اینقدر نسبت به injustice sensitive نباشم شما باید سیری بکنید به تبعیض و نامردی هایی که خودت تجربه کردی تو زندگیت و در اونجا بدون اینکه توان بزرگسالی داشته باشی گیر کردی در اونجا و حالا وقتی تکرار اون ماجرا رو می‌بینی بدون اینکه در سن و در توان خودت سیر کنی یعنی چی یعنی فرض کنیم ما به عنوان بزرگسال این واقعیت رو می‌تونیم ببینیم که تقسیم بندی یا سهام بندی قدرت در جهان منصفانه نیست خب ولی من که هر روز نمیتونم بشینم یا بمب ببندم به خودم برم یعنی تو دنیای واقعیت این که اتفاق نمیفته بنابراین به عجب و عجز خودم کنار میام یعنی چی؟ یعنی میگم خب من هالیبرتون اتفاقا تو همین سفری که هوستون رفته بودم از فرودگاه که میرفتم یهو دیدم واو یک چند مایلی تابلوی بزرگ هالیبرتون خب آقای دیک چینی اونجا این تابلو بود اینا یهو حس کردم که اینجا مثلا از اون جاهایی که مثل که آدم تنش رو سوزن سوزن میزنن برای اینکه آدم میدونه ماهیت این کمپانی رو ربطش دادم به اینکه در عراق همون موقع که بمباران میکردن هالیبرتون اونجا کمپ‌های خودشو داشت گسترش میداد و اینا خب این آدم حس میکنه ولی بعد در واقع یعنی به شکل واقع بینانه میگم من اون کاری اونو نمیتونم بکنم اما الان سه روز اومدم اینجا کسی که اووردوز کرده شاید بتونم کمکش کنم within your ability I'm not a hero نمیخوام بمب بزنم به خودم هیچ وقتم فکر نکردم اون راه حله ولی میگم خب به اندازه خودم درد از دنیا برمی دارم که خیلی هم ماینوت و ناچیزه ولی ده سال هم کم دور ولی چجوری خواهد تو از کنار ببینید مثلا من وقتی نونم یه مادر یا پدری داره بچه رو میزنه تو خیابون من چجوری هم کنار شما نمیتونی لازم نیست رد بشی شما کاری که میتونی بکنی به عنوان یک شهروند میتونی در اولین جایی که پابلیک هلپ هست بگی که تو اون خیابون بغل یه بچه‌ای داشت کتک میخورد پلیس میره اونجا از مادر میپرسه ببینه مادر بیمار روانیه یا نیست بعد میره خونه سوشال ورکر میفرستن به اون بچه یه کمک میکنه این که تا کجا مسئولیت ماست یه مقدار تشخیصش برای ما سخته یا اینکه مثلا ما کجا میتونیم نایس باشیم یا کجا نمیتونیم نایس باشیم که چه عکس العملی میتونیم نشون بدیم و اینکه مثلا آیا این کارو نکردیم این ما را آزار میده این تشخیص یه مقدار سخته که با اون تضادها و اون چیزایی که ما میبینیم اذیت میشه بله من فکر میکنم که لیمیت خودمون رو شناختن ما رو خیلی راحت میکنه ما بیرون از لیمیت خودمون میتونیم رنج ببریم ولی رنج غیر مفید رنج غیر مفید خانم یک دوپیتی هستش که
فکر می‌کنم جواب همین رو می‌دونم به پر نخل خوشی همیشه پیوند بزن می با دل شاد و روی خرسند بزن هر وقت زمانه بر تو آورد فشار دندان به جگر گذار و لبخند بفهم همه اینو کاور کرد پنج جلسه بعدی هم تعطیل دیگه نه بفهم من شهامت تعبیر رو در خودم پیدا کنم دوست داری؟ شهامت تعبیر رو در خودم پیدا کنم شهامت تعبیر آها courage to change دقیقا خیلی خیلی شهامت میخواد courage to change خیلی شهامت میخواد به دلیل اینکه ما معمولا از اون جاهایی که دردسر برامون به وجود میاره رو برمیگردونیم و برای اینکه چنج رو بخوایم بپذیریم اول باید رو کنیم ببینیم what needs to be change what needs to be change بفرمایید آقای تبس چطوری راحت‌تر نبگم چطوری راحت‌تر نبگیم یکی از فرمول‌های اینه که کسانی نراحت نمیتونن بگن که به فکر تأثیر نه خودشون بر دیگران هستن اما تأثیر آری رو بر خودشون نمیبینن و اتفاق مهمی که میفته اینه که وقتی ما آنچه که هستیم از وحشت تأثیری که بر دیگری میذاره پنهان میکنیم محبتی میکنیم غیر صمیمانه و غیر واقعی که خود این از بدترین نوع خشونت هاست گاهی هم توش یه ذره اسانس خودشیفتگی هست یعنی چی؟ یعنی ما فکر میکنیم من اگه نگفتم به این یعنی قدرت خودمونو و تأثیر نه خودمونو اینقدر گنده میبینی غیر واقعی که مثلا خب این میگه بیایم شب بریم شام من بگم نه خب میره تا صبح گریه میکنه ممکنه تو بگی نه گوشی رو بذار زمین به یک دیگه بگی بیا بریم بنابراین برادر راحت بگونه بفرم انتظارات تو از اطرافیانت کم کنی برای اینکه انتظارات تو از اطرافیانت کم کنی باید از آنچه که بیمیل برای دیگران میکنی کم کنی یعنی از خوشخدمتی هایی که برای دیگران میکنی کم کنی بفرم دوست داری چیزای بد گذشته رو فراموش کنی خیلی خوب ببین برای اینکه چیزای بد گذشته رو فراموش کنی باید یک جلوی ورود اون آب مرکب رو تو حوضچه جدید زندگی ببندی یک سد بزنی جلوی اون